در 14 دهه عمر حاکمیت دیکتاتوری آخوندی، همبستگی ملی همواره یکی از اهداف مردم ایران بوده. مقاومت ایران برای طرح جبهه همبستگی بر پایه خطوط نشاه و نشیخ پافشاری کرده. در تکمیل و توزیع این طرح ملزم بودن به اصل جدایی دین از دولت و همچنین خواهان سرنگونی تمام باندهای رژیم آخوندی نیز توی این جبهه تعیین شده. حالا برای بررسی بیشتر این طرح همراه هستیم با آقای دکتر شاهین توتونچی، استاد و کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. آقای دکتر توتونچی، با تشکر از حضورتون در این برنامه. منم به شما سلام میکنم. دیدن این لحظه ها و این تصاویر انقلاب ضد سلطنتی برای ما که یه زمانی جوان بودیم واقعا خاطر انگیز هستش، که آنچه که ثابت مونده در عرض تمامی این سالها این خواسته مردم ایران برای آزادی هستش و واقعا آن چیزی که پایدار هستش همین هستش. آن چیزی که باقی میمونه شکل همه اینا تغییر میکنه، آهنگا تغییر میکنه، شکل الان رپ هستش، اون موقع رپ نبود، ولی آنچه که ثابت هستش مضمونش هستش که همون آزادی هستش و اون چیزی هستش که ما باید به اون به اصطلاح آویزان بشیم. بله آقای توتونچی، حالا برای اینکه به اون هدفی که شما میگید برسیم، این جبهه همبستگی یکی از چیزهایی که مقاومت ایران از سالیان پیش روش اصرار کرده، طرحش رو مطرح کرده و خب براش شروطی هم گذاشته. سوال اول این هستش که چرا اصلا باید برای یک چنین جبهه‌ای شرط گذاشت؟ چون بعضیا میگن که خب هرچی تنوعات این جبهه بیشتر باشه به ظاهر دموکراتیک تر هم هست، اما به نظر شما آیا شرط و شروط گذاشتن از همون اول کار خودش یک مانعی برای شکل این جبهه همبستگی نیست؟ والا این دوتا شرط به طور نشیخ و نشاه واقعا اگر شما بخواید نگاه بکنید، زمان شاه یک فردی بودش که قدرت کامل داشتش و بلا منازع بود، ولی به هیچ چیزی پاسخگو نبود. یعنی میگفت اگه ازش میپرسیدی که به صلاح این مملکت داره اینجوری اتفاق میفته، میگه من نیستم نخست وزیر و این حرفا. کارا که خراب میشد دوباره میگفت نخست وزیری که خودش گذاشته بود رو میکردش تو زندان، ولی همه کارا دست خودش بود. یه فردی بودش که بلا منازع بود، واقعا یک سلطنت مطلقه بودش، به هیچ کس پاسخگو نبود و متاسفانه با انقلاب ضد سلطنتی، با نبود یک رهبری ذی‌صلاح، این موضوع که یک فردی در بالا دوباره یک بلا منازع باشه و به هیچ کس پاسخگو نباشه دوباره تکرار شد. یعنی واقعا اگه نگاه بکنید این دو تا شرط که داریم میگیم فی‌الواقع جدایی کردن از این دیکتاتوری هست. یک فردی بیاد اون بالا و برای خودش به اصطلاح هر کاری که میخواد بکنه و جوابگو هم نباشه. یعنی واقعا یه چیز عجیب غریبی نیست این دو تا شرط اگه نگاه بکنید، فقط همون مضمون دیکتاتوری رو هدف قرار میده. ولی چرا این موضوع باعث بسیار نباید مناقشه باشه؟ البته متوجه هستین که خب دیکتاتوری میتونه شکلهای مختلفی رو بگیره در آینده، ولی آنچه که مسلم هستش، آنچه که ما ایرانی ها از اون تجربه داریم، همین دوتا مورد هستش که در تاریخ ما هستش. یکی شاه هستش که به هیچ گونه چیزی پایبند نیستش و یکی هم شیخ، و دلیلش هم این، و هر کدوم از اینها در دوران مختلف خودشون صحبت از اصلاح طلبی و غیره میگرده. زمان شاه هم بود، زمان شاه هم خیلی سعی میکردن که دوباره اون مشروطه رو برگردونن، ولی هیچ وقت انجام نشد. دلیلش به خاطر عدم قابلیت های آن چیزی که بعد در قدرت بود. زمان شیخ هم همینطور بود. میبینی که این موضوع اصلاح طلبی و اینکه اصلاحات بکنیم یکی از موضوعاتی بود که همیشه بوده ولی به جایی نرسیده. حالا که میخوام این به اصطلاح یک مقدمه بود برای که ما به اصطلاح از این بحث ها گذر کردیم. یعنی اگه واقعا میتونستیم
یک میشدش که یک کاری کرد که اصلا بحث سرنگونی نه زمان شاه بحث سرنگونی پیش می آمد و نه الان که زمان شیخ هستیم بحث سرنگونی پیش می آمدش. حالا برای وقتی که میخوایم دنبال سرنگونی باشیم، خب به حال جمع شدن خیلی مهمه. اشکالی که به این به صلاح حرف همبستگی گرفته میشه بیشتر نه به خاطر شرط و شروطش، شرط و شروطش خیلی چیز ساده ای هستش، بیشتر رابطه داره بگیم که چه کسی این رو گفته. و برای اینکه متوجه بشیم که یک همبستگی و یک جریان چطور میتونه باقی بمونه، خوبه که به همین شورای ملی مقاومت که پایدارترین نوع یک ائتلاف سیاسی توجه بکنیم. چرا این شورای ملی مقاومت با تنوعات مختلفی که داشته باقی مونده؟ دلیلش این هستش که هسته اون سازمان مجاهدین خلق بوده و هستش به این خاطر و اون هسته براش هیچ گونه شکی نبوده که این رژیم اصلاح ناپذیره یا اصلاح پذیر نیست. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اگر چون که اگر یک رژیمی اصلاح پذیر می بود که دیگه اصلا سرنگونی معنی نمی کردش. و این خود در طول مدت ها بودیم دیگه که این اومدن گفت آقا چرا میخوای سرنگون کنی وقتی یه چیزی میشه اصلاحات کردش، که این در واقع یک پروژه همین وزارت اطلاعات بود. اتفاقا از طریق همین پروژه بسیار و بسیاری شک و تردید میندازن. اگر لحظه ای اگر در محور مقاومت شورای ملی مقاومت تردیدی بود که این رژیم اصلاح وزیره به هم میپاشید. نه که یک دی رو گول نزدن ها، نه که بگیم مثلا این ائتلاف آدمایی نبودن توش که نتونستن بکشن تا اتفاقا از همینجا خوردن. یعنی اون اصلش، حالا تصور بکنیم اون هسته این جریان روی مسئله مشکل داشت، یکم میبتار حالا یا واقعا میشه اینو اصلاح کرد یا نه، خش شک و تردید میکردش، خب این به هم میریخت دیگه، چیزی باز ازش باقی نمیموندش. واقعا اون وقتی اون هسته مقاوم نباشه و اون هسته غلط باشه از همه مهمتر، تصورش بکنید یک لحظه در تشخیص این مسئله که این رژیم اصلاح پذیر نیست اشتباه بود، خب دیگه همه چیز میپاشید. ولی علارغم همه این تندبادایی که بوده که ما همه شاهدش بودیم و این حرفا، چون اون هسته درست بود و قوی بودی مونده. حالا هر ائتلافی هم که شما میخواییم بگین یک هسته میخواد، بدون یک دونه هسته هیچ ائتلافی صورت نمیگیره و اون هسته باید قرص و محکم باشه. حالا ما در شرایطی که ما الان هستیم، همین شورای ملی مقاومت که خودش هستش سازمان مجاهدینه و دوروبرش یک عده‌ای جمع شدن که بتونن و باش همراه هستن، خودش چون که یک به اصطلاح یک وسعت طبقاتی هم گرفته، میتونه خودش یک هسته‌ای باشه برای این جبهه همبستگی. به غیر از این راه دیگری نیست، چون که اونم این شرط و شروط و این حرفا رو ما تعیین نمی‌کنیم، واقعیت تعیین می‌کنه. کسای دیگه برن برای خودشون یک داستان گروه اینا تشکیل میدن، میدن به هم میپاشه. چرا به هم میپاشه؟ چون که همون هستش نیستش، با هم دیگه دعوا میکنن فلان بهمان و این حرفا، چون که اصلا هدفشون این نیستش، هدفشون برای سرنگونی نیستش. و هسته ای هم که دارن هسته به اصطلاح خیلی جدی نیست و غیره و غیره و غیره، و به این نمیرسه، این همبستگی نمیرسه. پس همین منظورم از این صحبت ها این هستش که این همبستگی فی الواقع به علاوه یک سری چیزهای بدیهی، واقعا این دوتا شیخ و شاه یک چیز بدیهیه. خب نمیخوای که برگردی دوباره یک کسی باشه اون بالا برای تو سلطنت مطلقه ولایت فقیه داشته باشه یا سلطنت مطلقه موروثی داشته باشه، بعدا که دمون بشه بده دست بچهش یا
یا این یکی که داره یواش یواش معلوم نیست، ممکنه هر دو رو تلفیق بکنه، میخواد این کار رو کنه، البته به اونجا نخواهد رسید. ولی منظورم اینه که وقتی که این دوتا شرطی هم به اون شکل نیستش، یک عاملی هستش که بخوایم بگیم خب اینا فرضیه، به قول معروف فرض. خب یک کسی دوتا فرض رو قبول نداره که اصلا دیگه ما نمیتونیم بشینیم سر میز با هم دیگه حرف بزنیم، مثلا حرفی با هم دیگه نداریم بزنیم. تو منظورم قرارم این هستش. خیلی ممنون آقای تونشی، شما به یک نکته خیلی جالب اشاره کردید که چون این روزها در مورد این همبستگی و ائتلاف اینا خیلی زیاد صحبت میشه، ولی من ندیدم کسی جای دیگه به چنین موضوعی اشاره کنه که یک همچنین همبستگی، جبهه همبستگی نیاز داره به یک هسته مرکزی که بشه حول اون اصلا چنین چیزی رو شکل داد. جدا از اون شرطهاش که شما میگید شرطش خیلی امر واضحی هست، این هم عنصر بسیار مهمی است در شکل دادن یک جبهه همبستگی. حالا هر وقت که بحث جبهه همبستگی میشه، بلافاصله بحث تعیین جایگزین برای بعد از سرنگونی رژیم هم مطرح میشه و اینجا میبینیم که باز آلترناتیف های رنگارنگ و مجازی هم وسط ازشون اسم برده میشه که خب خیلی وقتا میبینیم که در کف خیابون اصلا تو صحنه نبرد برای آزادی خبری از اونها نیست. اما به هر حال این آلترناتیف سازی یا به قولی آلترناتیف بازی چه پیشینه‌ای داره؟ اگه در این رابطه هم برامون بگید که چه منفعتی داره برای کسانی که پشت چنین موضوعاتی هستند. بله واقعا به لحاظ سیاسی واقعا نگاه کنین در عرض این چهل و چند سال، من دوباره برمیگردم به این موضوع اصلاح طلبی و که در واقع بی‌هزینگیه، یعنی این حتی وقتی که از اون اولش هم بوده با دلیل و به صلاح برهان و غیره و غیره و غیره این مسائل حل نمیشه تا همون بوده، تا اینکه بالاخره سال 96 یعنی اولین بار که این مسئله که این رژیم راهی نداره سال 60 بودش، خرداد سال 60 که از طرف آقای منصور رجبی بیان شدش. خب طول کشیده سال 96، 36 سال بعد از زبان به اصطلاح کف خیابون ها اومد بیرون. این خیلی مهمه. این من میگم دارم روی مسئله اصلاح طلبی، اینا خیلی آدمای زیادی هست. الان هم اگه ببینین کسایی که دور و بر همین بچه شاه هستن که همین آلترناتیو قلابی هستن، همین اصلاح طلبان گذشته هستن که اومدن که از اون کار تموم شده که بعدن یه دوره کوتاهی رضا شاه رو حبشاد گفتن و بعدش هم دوباره اومدن و دور این فرد جمع شدن. یعنی اینا هستن، اون خود اون فرد یه مقدار به قول معروف جوکه، یعنی اصلا واقعا اصلا هیچی نداره به اون شکل، هیچی نداره اصلا. فقط برای این هستش شما بخواید ببینید که جریان چی، این دوروبریاشون رو نگاه بکنید میبینید که اینا همونا هستن، همون جماعت هستن، همون جماعتی که میخواستن مردم رو منحرف کنن و برای 36 سال مردم رو به صورت آدرس اشتباه میدادن، همونها هستن که الان دنبال یک جریان دیگه هستن. در این جدی نبودن این بچه شاه، فقط یک موضوع داره من خواستم صحبت بکنم که این حرفمو صحبت بکنم. این همین آخرین حرفی که داشتهش، برگشتش گفت که آره این مجاهدین، بعد اینجوری هم کرد گفت آره اینایی که حجاب دارن و این حرفا. من به شما میگم، من که الان توی آمریکا زندگی میکنم، اگه برم توی دونه جلسه بشینم یه کسی جلوی من بودش، من برگردم بیام بیرون به من بگم آقا اون خانومه اینجوری بودش، منو تا آخر روز از کمپانی اخراج میکنم. یعنی به این معنی از این حرفی هستش که یه سری آداب و رسوم و معاشرت دموکراتیک هستش که توی غرب هستش، ولی چون این بچه شاید حالا با عمرش کار نکرده، این آداب و معاشرت دموکراتیک هم نمیدونه. کار سیاسیش که بماند، اون که اصلا یک مسئله است، یعنی فقط هر کسی ببینه میبینه که این طرف جدی نیستش. اینو فقط این مثال از این جهت کردم که این فرد حتی آداب و معاشرت اجتماعی که یک دفعه اینجا به ما یاد میدن، میگن آقا جان باید با آدما فرد و بر حسب نمیدونم شکل و شمایل و رنگ و نمیدونم آنچه که میخواد بپوشه و این حرفا قضاوت نکنی، این هم به عنوان قانون گذاشتن توی همین آمریکا.
خب اینا آداب و معاشرت دموکراتیک هستش که این فرد اصلا از اون مسئله اصلا بهره ای هم نداره و این در میاد هر وقت که دهنشو باز میکنه همه میفهمن که این طرف چیزه. بیشتر هم دهنشو باز میکنه بیشتر میفهمن این هستش، اصلا آدم جدی نیستش به اون شکل که باید با چیز که بهش. حالا چرا اینو آوردن؟ خب دقیقا همونه، چرا میخوان بیارن؟ همین همون این اصلاح طلبان، به قول شما اسمشون بوجه اصلاح طلبان پشیمان که اومدن دورش جمع شدن، همون برنامه رو میخوان بکنن. چیکار میخوان بکنن؟ هسته ای اون هسته اصلی بهش توجه نشه و تا زمانی هم که به اون هسته اصلی که همون شورای ملی مقاومت هستش توجه نشه، همبستگی دور باید حول اون شکل بگیره، برای که اینا هستن. اینه آنچه که ما داریم، اینه که وقتی شما حواسا رو پرت میکنید و از اینجور حرفا، هی حرف و فلان و بهمان و این حرفا، خب دیگه قرازم دقیقا همین هستش که این همبستگی شکل نگیره. چرا این آلترنتیو های به قول آمریکایی میگن فیک، یه چیز بیخود هستش؟ به خاطر همینه که اون هسته رو به کنار بزنی و اگر اون هسته کنار بره هیچ چیزی شکل میگیره. همش با هم دیگه دعوا میکنن فلان میکنن و دیگه بازی میشه دیگه، از این بازیایی که الان هستش و یه عده سرگرم میشن اینجا یه کاری میکنن. ولی خب به هر حال این هم میگذرد، این هم الان ما در این دوران هستیم. ما چقدر نسل جوان دارم میگم، ما که زمان شما جوان بودیم و اون موقع بودش و داشتن انقلاب میشد، یکی به ما نبود که بگه که این خمینی که اومده، نه که نگفتن، اون موقع توی زندان بودن و این حرفا، ما یه دونه آلترناتیوی نداشتیم به این شکل. بعد همین جوری بود دیگه، هیچ نمیدونستیم و همین جوری نادانسته یک به حال این هم یک بر ما هستش دیگه. حالا مومون کمی سفید شده برای این نسل جوان دیگه، از این دوران گذشته. این هم تجربه هستش که از یک نسل به نسل دیگه میرسه و ما برای همین هستیم و این دنبالدار هستش، به قول معروف این بتان از یک طرف از یک نسل به نسل دیگه داره میره و بالاخره ما به پیروزی خواهیم رسید، در این شک نیستش، هیچ راه دیگری جز پیروزی نیست. بله خیلی ممنون، واقعا این تجربه‌ای که شما میگید بسیار ارزشمنده برای نسلی که امروز میخواد اون انقلاب رو به اصطلاح به ثمر نهاییش برسونه و خوشبختانه این بار ما از یک همچین آلترناتیوی که به قول شما یک پایه و ریشه ای داره برخوردار هستیم و میشه حول اون گرد اومد و به قول شما اون همبستگی واقعی از این طریقه که به وجود میاد و بقیه آلترناتیو هایی که میخوان این رو کنار بزنن اونها هستن که مانع شکل‌گیری این همبستگی میشن. سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو آقای توتونچی و بازم از صحبت‌های شیرین و بسیار پرمحتوایی که برامون کردید. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما.